اینجا کابل است. آمادگی ها برای برگزاری مراسم محرم در سراسر این شهر. سرک ها، جاده ها و خانه ها در همه جا پرچمی به نام لبیک یا حسین و دیگر پرچم ها به سه رنگ مختلف سبز، سیاه و سرخ که همان پرچم افغانستان است در همه جا نصب شده است. تدابیر و آمادگی مردم برای تأمین امنیت این مراسم در سراسر افغانستان و خصوصا در شهر کابل نیز گرفته شده است. در کنار نیروهای امنیتی، نیروهای محلی و باشندگان هر منطقه و هر مسجد سلاح بر دست گرفته و برای تأمین امنیت آستین برزدند. در هر جا، در هر کوچه و در هر سرک سقاخانه ها فعال شده و برای مسافران و شهروندان آب سرد، آب میوه، جوس، شیر و دیگر محصولات را ارائه میکنند. اینکه وضعیت چگونه است و چی تدابیری در نظر گرفته شده است، توجه شما را به مصاحبه یکی از این محافظان و علاقمندان عاشورا جلب میکنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. برادر عزیز، میشه خود معرفی بکنید و فعلا در کجا قرار دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت جنابتان، ما فعلا در شهرک امیدی سبز دکه سقاخانه که مربوط مسجد نبی اکرم میشه فعلا قرار داریم. بسیار عالی. ضمن ازی که ما فرارسیدن عاشورای حسینی را تسلیت میگیم و همه جا مراسم شروع شده، شما چی تدابیر را فعلا روی دست گرفتین؟ در قسمت امنیتی چی قسمی است؟ الحمدلله تدابیر تا فعلا که ما میبینیم در همه شهر کابل تدابیر بسیار عالی، تدابیری است واقعا خودجوش، تدابیر است که همه اهالی مناطق، اهالی مساجد کلشان یک تدابیر فوق العاده مثل هر سال، مثل که امنیتشان خودشان میگیره، مثل که همه عزاداری را بسال به شکل پرشکوه، به شکل عالی امور هر سال که میگیرن، امسال هم الحمدلله به همینطور یک روال جریان داره. بسیار عالی. یعنی جوانای ما در کنار نیروهای امنیتی استاد شده و به خاطر تامین امنیت کوشش میکنن. بدون شک، بدون شک، یقینا این مسئله است که همه جوانا آگاهی دارن، همه جوانا احساس دارن و احساس مسئولیت میکنن، چون که امی عزاداری امام حسین یک عزاداری است که همه ساله از سالهای دیر و از بسیار زمانهای قدیم وجود داشته و این امنیت یک چیز اساسی و یک چیز کلی است که باید ما امنیت خود را بگیریم، چون که میتونیم در کنار نیروهای امنیتی خود ما یک کمک کنیم و یک همکاری کنیم، چون اونها هم یک برازنا خیلی خوب میشه و برای عزاداری امام حسین نیز یک اطمینان خاطر به وجود میاد. و قطعا اگر از نیروهای محلی باشه برای تامین امنیت، چون خودشان منطقه را بلده خیلی. دقیقا بعضی هر از مسجد در شهر کابل دقیقا یک جوانا تشکیل شدن با لباس مشخص، با کارت‌های مشخص مربوط به مسجد میشن، با نیروهای امنیتی دوش آدوش همکاری میکنن. بسیار عالی. شما در این سقاخانه خود چه چیزایی را برای مراجعین و برای کسایی که اینجا هستن ارائه میکنید؟ چه چیزا برای شما دارید؟ مثلا مثل هر سال واره، سالهای قبل واره، سالهای گذشته واره، یک روال بسیار هم تو عادی هن. سوپ چی دارید؟ مثلا از طرف سوپ میتونیم که ما برای اینا یک چیزی علایده ترتیب بیتیم میشه، مثلا شیر بیتیم و میمانند جوز دیگه سوپ تشکیل بیتیم برای اینا تا امام حسین روحش عزادارش یک ثواب شوه و یک برای اونا هم بسیار میشه که اجر زیبا
همین جوانایی که اینجا کمک میکنن، همینجا شب تا صبح همینجا زحمت میکشن، واقعا جوانای با احساس و با مسئولیت را میکنن. یک سوال بسیار عالی، یک سوال پرسان میکنم، اصلا امام حسین چی کرد که جوان همه ایشان علاقه مند؟ امام حسین خودش یک کاری کرد، یک کار تاریخی. این در تاریخ، در دنیا همگی آگاه هستیم با مطالعات کتاب هایی که ما انجام دادیم علیه ظلم و استبداد و بربریت، و همین خودش برای ما همین تبلیغاتی که در مساجد ارائه میکنن همین بزرگای ما، مولوی های ما، امام حسین خودش یک قیامی را انجام داد، یک ریکارد شکنی کرده که تا ما بتونیم روی امام حسین ما ادامه بدیم. شما دمی چی کسیم در مکمل ده روز مکمل تا 13 روز هم سقاخانه فعال است و هم مساجد سینزنی و نوحخانی فعال است. آیا جوان ها ایج وقت احساس خستگی میکنن نمیکنن؟ نه نه خیر، من فکر نمیکنم جوان ها ایج گاه احساس خستگی کنن، چون که همه عزاداری خودش یک شوق است، یک شور است، یک عشق است، یک عشق است، یک مکتب است، یک راهی است که ما باید او را ادامه بدیم و از او را باید ما یعنی چیزهایی را بیاموزیم تا ما الگوی باشد برای نسل بعدی، نسل های چند دهه بعدش. و برگزاری عاشورا قدم یک محبت را بین وطندارا، بین بقیه مذاهب هم که در اینجا هستن، وقتی اونا میبینن شما یک موتر از وارا برشان جوس میدین یا یک چای میدین یا یک شیر میدین، قطعا یک صمیمیت، یک درس دیگه ای را مثل چی عاشورا میشه یا مثل همون صحنه هایی که دقیقا خواب نبودن یا آب نیاز بودن. خیلی نقطه اساسی را اشاره کردین، همی که ما سقفخانه جور میکنیم، همی که برای اهالی منطقه یا برای یعنی دوستایی که از عبور و مرور میکنن از این مسیر، برای از اونها یک جوس، یک پیشامد خوب، اونها فکر میکنن که واقعا امام حسین برای از اونها یک چیزی تو نمایان میشه، برای از اونها چیزی تو وجود میاد که امام حسین کی است. باید ما مطالعه کنیم، یعنی چک مدرسه یا چک امام حسین کی بود و چی شد و این مردم به خاطر چی کار میکنن. حتما امام حسین کسی بوده که ما این راه را ادامه میدیم. این راه از سالهای قدیم و قدیم تا فلحال ادامه داشته. شما چی پیامی دارین؟ هر دلی شما چی هست؟ چی میخواین بگین برای بیننده های ما؟ ما یکانه پیام ما همیست که ما از دوستا، از عزاداری ما حسین، از نیروهای امنیتی ما، فقط ما را چی میکنیم که امی چند در 12 روز 13 روزی که است، البته ما عزاداری میکنیم، حتما عزاداری البته تا 40 روز است، ولی ما را کوشش میکنیم که با نیروهای امنیتی یک ارتباط خوبی داشته باشیم، با اونها کمک کنیم، با اونها یک روابط خوب باشد تا اونها بتونن در مسائل امنیتی، در مسائل امی مساجد و در مسائل هماهنگی با نیروهای امنیتی ما بتونیم یک کاری خوبی انجام بدیم. درس بگیریم از عاشورا. دقیقاً. و دیگر علیه ظلم و بی‌عدالتی‌های استاد شهر بله. این درس‌های از عاشورا. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. Wow.